میرزاده عشقی فرزند ابوالقاسم همدانی شاعر و فوق‌العاده حساس بود. وی در جریان جنگ جهانی جزء مهاجرین ایرانی بود و پس از مراجعه از زمره مخالفین 1919 بود و در دوره پنجم مجلس به مدرس و طرفداران او خیلی نزدیک بود و در 24 ذی‌قعده 1342 اولین شماره روزنامه قرن 20 را منتشر کرد. در روزنامه‌اش نیش‌های زهرآلودی به سردار زد که از زخم هر خنجری مؤثرتر و کاری‌تر بود. چندی بعد عشقی خوابی دیده بود که جریانش را برای ملک و شعرای بهار اینگونه تعریف کرد: خواب دیدم که در قلمستان زرگنده مشغول گردش هستم. در حین گردش دختری فرنگی مثل آنکه با من سابقه آشنایی داشت نزدیک آمده بنای گله‌گذاری و بالاخره تشدد و تغییر را گذاشت و با تپانچه‌ای که در دست داشت 6 گلوله به طرف من خالی نمود. بر اثر صدای گلوله افراد پلیس ریختند و مرا تسلیم کرده و در درشگه نشاندند که به نسیمیه ببرند. در بین راه من هرچه فریاد می کردم که آخر مرا کجا می برید، شما باید ضارب را دستگیر کنید نه مرا، کسی به حرفم گوش نمی داد. تا مرا به نسیمیه بردند و در آنجا با اتاقی شبیه زیرزمین کشانیده محبوس کردند. آن اتاق فقط یک روزنه داشت که از آن روشنایی به درون میتابید. من با وحشتی که داشتم چشم با آن روزنه دوخته بودم. ناگهان دیدم شروع به خاکریزی شد و تدریجا آن روزنه گرفته شد و من احساس کردم آنجا قبریست. هنگامی که میرزا این خواب را حکایت می‌کرد، قیافه به هم زده وحشتناکی داشت و به دوستانش پیشنهاد می‌کند برای فرار از کشته شدن به طور ناشناس به روسیه فرار کنیم و مقدمات سفر را فراهم می‌کند و قرار می‌شود روز چهارشنبه زمان حرکت باشد. در روز سه‌شنبه دوستش رحیم‌زاده صفوی انتظار او را می‌کشید ولی خبری از او نمی‌رسد. لذا نوکری را به خانه عشقی می‌فرستد. نوکر رحیم‌زاده صفوی حدود 2 ساعت قبل از ظهر به خانه عشقی می‌رسد و می‌بیند که سر کوچه اتومبیل ایستاده و 2 نفر به سرعت به طرف آن می‌روند که سوار شوند و از آن طرف صدای زنهای همسایه را می شنود که فریاد می کنند خونخوارها جوان ناکام را کشتند و عجب آن است که در آن کوچه هیچگاه منطقه گشت پلیس و ماموران تأمینات نبوده. در ظرف 1 لحظه چند نفر پلیس و مامور امنیتی دوان دوان می آیند و مانند اشخاصی که از آغاز و انجام قضیه مطلع باشند به خانه عشقی ریخته شاعر مجروح را بیرون کشیده در یک درشگه که در سر کوچه آماده بود می نشانند. عشقی که چشمش به محمد خان نوکر رحیم‌زاده صفوی می افتد فریاد می زند: محمد خان به رفقا بگو به داد من برسند. محمد خان از این پاسبان ها بپرس مرا کجا می برند. بابا من نمی خواهم به مریض خانه نظمیه بیایم، مرا به مریضخانه آمریکایی ببرید. و همینطور جملات را در خیابان‌ها مخصوصاً در خیابان شاه آباد با فریاد تکرار می‌کرد. اما پلیس‌ها گویا دستور مخصوصی داشتند و در اثر داد و فریاد عشقی راضی می‌شوند اول او را به کمیساریای دولت ببرند که از آنجا مطابق میل او به مریضخانه آمریکایی منتقل شود. اما همین که درشکه به در کمیساریا میرسد، رئیس کمیساریا به پلیس ها فحاشی کرده میگوید: چرا به نسیمیه نمیبرند؟
بی ملک و شعرهای بهار در مجلس خبر می دهند که عشقی او را در مریضخانه شهربانی خواسته. بلا فاصله به شهربانی می رود. به او می گویند باید از در طویل سوار بروید که مریضخانه آنجاست. طویل سوار حیات بزرگی داشت و در سمت چپ چهار اتاق کوخ مانند که سقف آنها گنبدی بود و مریضخانه نظمیه را تشکیل می داد. اتاق اولی یک در به حیات طویله داشت و یکی دو پنجره با آن خیابان باز می شد. از اتاق دومی دربندی به اتاق سومی راه داشت و بقیه اتاقها هیچ گونه در و پنجره به خارج نداشت و روشنایی هر یک از آن اتاقها از یک روزنه می رسید که در وسط گنبدی سقف قرار داشت. ملک و شعرا چون وضع را چنین دید رو کرد به رحیم‌زاده صفوی و گفت خواب عشقی، خواب عشقی، زیر زمین و روزنه را تماشا کن. آن وقت صفوی خواب عشقی را به یاد آورده وقتی نگاه می کند در اتاق چهارمی تخت خواب می بیند که میرزاده عشقی روی آن به خواب ابدی رفته و نور آفتاب از روزنه سقف به سینه او افتاده و شاید در آن لحظه که عشقی برای آخرین دم چشم برهم می نهاد نور آن روزنه به صورت آن می تابید. این نکته که میرزاده عشقی هنگامی که چشم برهم می گذارده است مژگان او تدریجا روی هم افتاده مانند همان حالتی بوده که شاعر در خواب دیده بود که جلوی روزنه به تدریج خاکریز شده راه نور بسته گشت. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. خوشحال میشیم که ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید.